آقای برزگر، شما ما توییتی که در حین بازی هم زده بودید رو در ابتدای برنامه خوندیم، از خواندن سرود جمهوری اسلامی توسط بازیکنان خونده بودید. فکر میکنم که یک نوعی بی‌اعتنایی و دهنکجی بود به خواست ملت ایران. بله، خب به هر حال جای تعجب و شگفتی و البته ناراحتی است که بازیکنان تیم فوتبال جمهوری اسلامی بعد از همون بازی اول حتی نسبت به اون واکنش ناکافی عقب نشینی کردن و به جای اینکه جلوتر بیان در واقع عقبتر رفتن، هم سرود جمهوری اسلامی رو خوندن و هم بعد از گل به اون شکل در واقع شادی کردن. این یعنی حداقل انتظارات ممکن رو که از اونها میرفت به جا نیاوردن. ببینید، کسی از بازیکنان فوتبال یا از یک تیم فوتبال یا حتی به ویژه تیم ملی انتظار نداره که به عنوان مانند یک حزب سیاسی عمل بکنن، منتها این که به عنوان یک انسان عمل بکنن، به عنوان یک شهروند عمل بکنن، حداقل در مقابل هواداران خودشون. بسیاری از همین کودکان، نوجوانان و جوانانی که در این دو سه ماه جان خودشون رو از دست دادن، اصلی ترین حامیان و مشوقان همین بازیکنان بودن و این میزان از بی‌اعتنایی و این میزان در واقع پیوستن به یک حکومتی که مشغول سرکوب و کشتار هست، حیرت انگیز هست. و البته در درجه اول مقصر رو باید جمهوری اسلامی دونست، حکومتی که بیش از هر عامل دیگری، بیش از هر دشمن خارجی دیگری، این ملت رو تکه تکه پاره پاره کرده و شق شق کرده. فراموش نکنید در دوره‌های قبلی حتی سرسخت‌ترین مخالفان جمهوری اسلامی از تیم ملی فوتبال حمایت می‌کردند، از پیروزی‌های این تیم خوشحال می‌شدند و شادی رو حق طبیعی مردم ایران می‌دونستند. حالا هر شکلی که بشه این شادی رو به ارمغان آورد برای مردم ایران. اما در چنین شرایطی که ما امروز هستیم، در شرایطی که به بیمارستان ها حمله میشه، مجروحان دزدیده میشن، جنازه های کشته شدگان دزدیده میشه، در خلوت و پنهانی به خاک سپرده میشه، اجازه انتقال خون حتی برای مجروحان داده نمیشه و همه این فجایعی که ما شاهدش بودیم، اینکه عده‌ای چنین بیاندیشند که با گفتن یک جمله که سیاسی نیستیم در واقع از بار مسئولیت خودشون کم بکنن، حیرت انگیزه. ولی به هر حال مسبب اصلی این وضعیت جمهوری اسلامیه که اجازه نمیده که حتی اگر پیروزی نصیب به هر حال به اسم ایران ثبت میشه، مردم ایران خودشون رو مستحق بدونن، خودشون رو در برای اینکه و با وجدانی آسوده بتونن شادی بکنن. هیچ شهروند مسئول ایرانی امروز نمیتونه از بردهای اینچنینی اظهار خوشحالی و شادمانی بکنه وقتی که میبینه که هموطنان خودش در چه وضعیتی هستن. آقای برزگر، فکر میکنید واقعا چه منفعتی میتونه برای بازیکنان تیم، حالا میتونیم واقعا بگیم اعزامی جمهوری اسلامی به جام جهانی داشته باشه که این چنین روبروی مردم ایستادن و در کنار اونها نبودن، به کوچکترین خواستشون و اینکه صدای اونها رو برسونن به جهانیان ایستادن، چه منفعتی میتونه داشته باشه برای این بازیکن؟ تنها منفعتی که میتونه داشته باشه این هستش که از راندهای حکومتی برخوردار بشن، ولی به قیمت این که در واقع منفور افکار عمومی قرار بگیرن و مردم اونها رو ترد کنن. مردم نشون دادن که چه کسانی رو میپسندن، چه کسانی رو میپذیرن، کسانی مثل وریا غفوری، مثل پرویز برومند و بسیاری از کسان، الناز رکابی، زنان شجاعی که در نهایت شجاعت در واقع اون نمایش اقتدار جمهوری اسلامی رو به هیچ گرفتن، اراده خودشون رو ثابت کردن و قدرت خودشون رو نشون دادن. این بازیکنان می توانستن، به راحتی می توانستن حداقل پس از زدن گل به شکلی نمادین در واقع ابراز همدردی بکنن، نه اینکه با این گونه شادمانی کردن فرض کنید که در جام جهانی هم باقی بخوام بمونن. جز اینکه نمک بیشتری بر زخم این مردم بپاشن، چه کار دیگری میتوانن انجام بدن؟ ولی به هر حال اینکه سودی برای اونها خواهد داشت، طبیعتاً از رانت‌های حکومتی بهره‌مند خواهند شد. همون رسانه‌هایی که امروز وریا غفوری رو
سرکوب میکنن، پرویز برومند رو سرکوب میکنن، همه ورزشکاران علی کریمی، علی دایی، همه کسانی رو که سمت مردم ایستادن دارن سرکوب میکنن. خب بله، اینها الان شروع میکنن به ستایش از این بازیکنان، ولی ما میدونیم که چون این امری در نهایت به زیان این ورزشکاران خواهد بود و در نزد افکار عمومی و در طول تاریخ در واقع این بازیکنان این هستند که فراموش خواهند شد و کسانی به یاد خواهند ماند که به راستی برای این مردم افتخار آفریدن. به هر حال واقعیت هم این هستش که این بازیکنان با این بی‌توجهی، با این بی‌اعتنایی به درد و رنج مردم ایران فقط بر این نکته تاکید کردند که نمایندگان ملت ایران نیستن. به هر حال این انتخابی است که اونها انجام دادن، ضمن اینکه میشه تصور کرد که به هر حال تحت فشار هم هستن در اردوگاهی که هستن، در کمپ تیم ملی که در قطر هست، ولی اونها از حمایت مردم ایران برخوردار بودن. کسی توانایی برخورد با اونها رو نداشت، می توانستن به شکلی انسانی تر در واقع در عرصه جهانی نشون بدن که همدرد مردمان خودشون هستن، هم درد هموطنان خودشون هستن، مثل همون کاری که دیگر تیم ها کردن. مگر تیم ملی فوتبال ساحلی چون این کاری رو نکردن، هم مقام به دست آوردن، هم همدردی خودشون رو ابراز کردن. متاسفانه بازیکنان روشی دیگر و سمت و سوی نادرست رو انتخاب کردن. آقای تقوی، مثل این که صحبتی بله بله آقای برگرد، سلام عرض خدمت شما، خیلی خوشحال شدم دیدمتون. شما یه نکته‌ای گفتین به نظرم خیلی جالب بود. شما گفتین حداقل تا قبل از این یه نقطه مشترک بین کسایی که مخالف حکومت بودن و حکومت وجود داشت و اون تیم ملی فوتبال ایران بود. الان به نظر میرسه که تیم ملی ایران، حالا تیم حکومتی هر چی که اسمش میذاریم، مصادره شده به سمت حکومت و مردم در واقع اون علاقه خاص نه. آیا میتونیم اینجوری بگیم که دیگه این تیم ملی ما نیست و حکومت مصادره کرده این تیمو؟ ببینید آقای تقوی، ضمن سلام به خدمت شما و احترام فراوان، ببینید واقعیت امر این هستش که جمهوری اسلامی از همه مفاهیمی که برای این مردم ارزشمند بودند استفاده ابزاری کرده یا سوء استفاده کرده، از باورهای دینیشون در طول این 14 که بگذریم و امروز دیگه ناکارآمد هست و جواب نمیده، میبینیم که رو آورده به مفاهیم ملی مثل یکپارچگی ملی، مثل تمامیت ارضی، مثل مفهوم ملت و اساساً هر آن چیزی که ملی است. شما ببینید اینها کسانی بودند که در تمام این سالها نمادهای ملی ما رو انکار میکردند. در همین نوروز گذشته رهبر جمهوری اسلامی وقتی که سخنرانی میکرد، یک سفره هفت سین که در واقع اون نماد مشترک تمام ایرانیان با هم هست رو هم حتی حاضر نبود جلوی خودش بگذاره. خب اینها حالا میان امروز وقتی تیم ملی میره جام جهانی، میان از نمادهای ملی استفاده میکنن، در واقع پرده های رو در شهر وصل میکنن که در اون مثلا چهره های اساطیری ایرانی اومده. البته دیدیم که مردم معترض اینها رو نپذیرفتن و با آتش کشیدن. چرا؟ برای اینکه جمهوری اسلامی براش اساساً نه ملت ایران مهم هست، نه تمامیت ارضی ایران مهم هست، نه یک پارچگی ملی مهم هست. مخصوصاً با ملت ایران اینها مشکل و مسئله دارن و می‌بینید که چگونه دارن شهروندان ایرانی رو با اتهامات واهی و با سوء استفاده از این مفاهیم سرکوب می‌کنن. کردهایی رو که به جان و دل بر ایرانی بودن خودشون تاکید میکنن، بلوچایی رو که به جان و دل بر ایرانی بودن خودشون تاکید میکنن، اصلا خودشون رو صاحبان اصل این سرزمین میدونن، به دروغ، به تجزیه طلبی متهم میکنن و با سوء استفاده از این نوع مفاهیم ملی اونها رو سرکوب میکنن و میکشن. خب یک همچین حکومتی طبیعی است که با مثلا مفهوم تیم ملی همچنین برخوردی خواهد کرد و اون رو مصادره میکنه برای اینکه بتونه در این شرایط از تیم ملی هم به عنوان بخشی از دستگاه تبلیغاتی و دستگاه سرکوب خودش برای مهار انقلاب ایران استفاده بکنه. بسیار ممنونم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که در این ویژه برنامه جام جهانی با مردم همراه ما بودید از لندن. جمشید برزگر.